به نام خداوند جان و خرد. درود به شما دوستان، عزیزان، شنوندگان. خداوند بزرگ را سپاس گذاریم برای همه نعمت های دادگیش و از آن جمله برای آن که شما را به ما داده است. شکری آن که شما با ما هستید و در شبقه ما هستید و ما را نظر میکنید، گوش میاندازید و ما خیلی و خیلی از همه شما دوستان عزیز ممنون سپاس گذاریم و خیلی منت داریم. امروز من میخواستم با همراهی شما یک برنامه را شروع کنم که نسبت به یک شخصی بزرگ تعلق دارد، به یک شخصی بزرگ، به یک شخصی که تاریخ تفکری دنیای فارس و تاجیک را تغییر داده است، شخصی که عالم بود، شخصی که به تفکر ما یک تکانی نو و جدیدی را داد، یک تکانی به خود خاصی را داد و حیات نو بخشید. نسبت به همون آدم که افسوس گذشته است، میخواستیم که برنامه را شروع کنیم و نام این آدم غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیمی الخیامی نیشاپوری. دوستان عزیز، من میخواستم اول از سرگذشت ایشان، یعنی که زندگی نامه ایشان شروع کنم، که شخصی که نمیدونند یک تصورات نسبت به اون کس پیدا کنند و بعداً به رباعیات اون کس گذاریم و رباعیات اون کس را قرائت کنیم، چون که در زبان ما، یعنی در زبان فارسی، دری، تاجیکی، خیلی نمودهای رباعیات خیام از بین رفته شده است، خصوصا رباعیات در اودیو فرمت وجود ندارد و من میخواستم که این کمبودی را آهسته آهسته با همراه شما از بین ببریم. اینک شروع میکنیم به زندگی نامه ایشان. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیمی خیامی نیشاپوری، فیلسوف، ستاره شناس، ریاضی، شاعر و نویسنده فارس و تاجیک. بهار سال 1048 در نیشاپور به دنیا آمده است و در آنجا تخمیناً تا به سن 16 سالگی زندگی و تحصیل میکند. عمر فرزند ابراهیمی خیمه‌ساز بود. از اینجا تخلص خیام. اینچنین وی خواهری داشت به نام عایشه. در سن 8 سالگی او به علم‌های ریاضی، ستاره شناسی، فلسفی شروع کرد. بعد 12 ساله شدن عمر طالب علم مدرسه نیشاپور شد. سونیتر او در مدرسه های بلخ، سمرقند و بخارا تحصیل نموده. در 10 سالگی خیام علاقه قرآن را از یاد می دونست. او در آنجا فقه اسلامی و طب را از خود نمود و
و عنوان حکیم را گرفت، لیکن عمل طبی او را کم جلب میکرد. محنت علمی ثابت ابن قره و ریاضات مصر قدیم را مطالعه میکرد. ایام کودکی خیام در دور تصرف آسیای میانه از طرف سلجوقیان راست میآید و در این دوره بسیار آدمان و تعداد زیادی عالمان نابود میشوند. سانیتر او در سرسخن الجبرش با تلخی می نویسد، کتابی که شرح به الجبر بود. ما شاهد نابود شدن عالمان بودیم که از جمله آنها تعداد کمی پریشان باقی ماند. شدت تقدیر در این زمانه نمی گذارد که آنها پره به علم داده شوند. قسمی زیادی آنها که در عین حال به نام عالمند به حق جامعه باطل می پوشانند و در علم از خط تزویر و درویگی بیرون نمی آیند. و اگر آنها به آدم واخورند که حقیقت جوی و راست دوست باشد، که کوشش دفع باطل، منافقی، لافزنی و دروغ می کند، آنها او را مورد مسخره قرار می دهند. در سن 16 سالگی خیام در ایام وبا پدر و بعدن مادر او از قید حیات می گذارند. عمر خانه و کارگاه پدرش را می فروشد و به سمرقند ره سپار می شود. در آن وقت سمرقند چون یکی از مرکزهای علم و فرهنگ شرق مشهور بود. در سمرقند او اول در یکی از مدرسه ها به تحصیل شروع می کند، اما بعد یک چند برآمدهایش با گرانی علم خود همه را در حیرت می گذارد و به زودی از جمله استادان می شود. مثل دیگر دانشمندان آن زمانه خیام در یک شهر توقف زیاد نمی کرد. بعد از 4 سال او سمرقند را ترک کرده به بخارا می آید و در آثارخانه کتابی فعالیت کاری می کند. در مدت 10 سالی که عمر در بخارا می گذراند او 4 کتاب رساله اساسی ریاضی را می نویسد. سال 1074 او را به اصفهان که مرکز دولت سنجریان بود به دربار ملک شاه سلجوقی دعوت می کند. با ابتکار و حفاظت وزیر اساسی نظام الملک، عمر پدر روحانی سلطان می شود. بعد از 2 سال ملک شاه او را منصوب به سرداری رصدخانه که یکی از رصدخانه های کلانترین دنیا حسابیده می شود تعیین نمود. در مدت فعالیتش در سر این منصب عمر خیام نه تنها فعالیت ریاضیش را دوام داده، بلکه او به یکی از ستاره شناسان مشهور تبدیل یافته است. با همراهی گروه عالمان او تقویم کلندری نوی که از تقویم گریگوری که ما تا به هنوز استفاده می بریم انیقتر کشف کرده است و این چونین جدولی نجوم ملک شاهی را تشکیل نموده است که دستور نجوم مشترک را در بر می گرفت و در همین ایام شرح مشکلات های کتاب افکلید که سال 1077 عبارت از 3 کتاب بود که در کتاب دوم و سوم آن نظری نسبت علمی حسابی را بررسی نموده است به سامان می رسوند. لیکن در سال 1092 با فوت سلطان ملک و شاه و وزیر نظام الملک که سرپرست رصدخانه بود
زندگی اصفهانی او به پایان می رسد. او را به آزاد فکری بی خدایی متهم می کنند و شاعر مجبور می شود که پایتخت سلجوقیان را ترک کند. تقریبا 15 سال آخری خیام در زادگاهش نیشاپور می گذرد و از ساعتهای آخرین او معاصر دور او که بایحقی بود می گوید. من از زبان داماد ایشان شنیده بودم. روزی در وقت خواندن القانون ابو علی ابن سینا، استاد نزدیک شدن اجل را حس کرد. آن وقت سین ایشان از 80 گذشته بود و در بابی که بخشیده به دشواری ترین مسئله متافیزیکی رسیده بود، سرلوحه این باب واحدی در بسیاری نام داشت، توقف کرده و در بین ورقها مسواکی را که در دست داشت گذاشت. کتاب را پوشید، بعدن نزدیکان و مریدانش را جیغ زده میراثنامه ترتیب داد و بعد از آن ترک تناول خوراک و نوشاکی نمود. نماز خفتن را ادا نموده سجده کرد و بعدن به زانو استاده گفت: خدایا، با قدر امکان من حرکت کردم که تو را درک کنم، مرا ببخش. آن قدری که من تو را درک کردم، همون قدر به تو نزدیک شدم. با این سخنان در زبان، زمستان سال 1131، ستاره تابان، چراغ علم و فرهنگ، شاه عالمان سرزمین فارس و تاجیک، ابوالفتح عمر ابن ابراهیم الخیام نیشاپوری ما را پدرود کرد. یادت بخیر باد استادی بزرگ، خدا یارت.